گفته می شود که دکتر زلمه رسول یکی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری به شما پیشنهاد نموده که به حیث معاون کار کنید. پاسخ شما به پیشنهاد چی بوده؟ جناب رئیس جمهور در یک جلسه همین موضوع را مطرح کردن با ما و من به اونا جواب می بود که من به تنهایی همکار شدن با اونا شاید مشکل افغانستان حل نکنم و باید کار شبکه اتحاد انتخاباتی که یک چتر کلانی برای بسیاری از احزاب سیاسی هست و اونا اعلام موجودیت کردن که ما جزء از او اتحاد هستیم، باید با اونا هم رایزنی شود که این موضوع بین جناح رئیس جمهور و اتحاد انتخاباتی یک تفاهم به وجود بیاید که اگر رئیس جمهور تیم آقای کرزی میتن دوتا معاونش از تیم اتحاد انتخاباتی بگیرن و یا اینی که رئیس جمهور از اونا بگیرن و معاون ای طرف بدن. این موضوع را من امروز از اونا گفتم که اگر اینطور شد یک حالت خوب میه که سر افغانستان جمع میشه و اگر دو تیم شد باز نظر ما این بود که باز دو تیم خب به انتخاب خودشان و تیم خود جور میکنن ولی رئیس جمهور باید بی‌طرف باشه، از موضوع بی‌طرف استاد شده بگه هر کسی که افغانستان رای برد اون مادم رئیس جمهور شده و کلی از حمایت کنیم. باز دمی سرحد شد و در رابطه با پذیرش ما معاونت آقای زلمه را منوط به این بود که ما گفتیم یه تو یک مذاکره شده که یک تفاهم در میان بیه و باز رئیس جمهور گفته بود که شنبه میبینیم. باز از او یک هفته گذشت و شاید اونا مصرف شدن دیگه دیده نتونست. یعنی تا به حال به توافق نرسیدین که نهایی نشدنه؟ آیا احتمال از این وجود داره که شما با تیم دکتر زلمه رسول کار کنید؟ من نمیخوام که یک بحث شخصی بکنم. یا تیم اتحاد انتخاباتی ما یک تیم معرفی میکنه، خودشان از اول تا آخر رئیس جمهور معاونینش یک تیم معرفی میکنه، یا اینکه ترجیح میده که با تیم رئیس جمهور یک جا شوند. اگر در اونجا مرا معرفی کردن همی تیم انتخاباتی به حیث یک از معاونین، من میپذیرم، اما فردی تصمیم ندارم که جای برم. اگر شما با دکتر زلمه رسول یعنی به حیث معاون بیاین، شرایط شما با اونا چی هست؟ او بحث است که باز اگر چین گپی در بین آمد باز ما از اونا گپای خودم میزنم. چون امروز روز اول ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری هستند، کی ها هستند کاندید از اتحاد انتخاباتی؟ فکر میکنم که ترجیح کاندید اتحاد انتخاباتی است که یک کاندید بتن و اگر باز به توافق نرسیدن شاید اگر پاشیدگی های مختصر در بین بیه. شما در انتخابات گذشته حمایت زیادی از رهبران و شخصیت های سیاسی از ملت هزاره ما از خود داشتین، اما این بار یک تعداد از شما حمایت نمی کنند. فکر می کنید مثل سابق رای بیشتر خواهد شما داشتید؟ احزاب سیاسی جامعه شیعه در گذشته هم هر کس موضع خود داشتن و در انتخابات هم هر کدام موضع خود دارن، اما مردم معمولا رایشان سواد اعظم مردم یک جا میرن. حالا هر کسی که محل اعتماد بوده اون سخاد رفت. بعضی گزارشات وجود دارد که رونا بیکر کانگرسمن امریکایی شما را به امریکا دعوت کرده. این سفر چه وقت است و کدام به کدام منظور است؟ ما یک دعوت شدیم از طرف یک کمیته روابط خارجی امریکا. رئیسش هم اسمش نمیدونم، او هم مسئولین روابط خارجی همین جبهه ملی که اونا میفهمن که اونا کی هستن، ما شناخت نداریم اون رئیس ما. او قرار بزرگتر انجام شد و باز فکر میکنم که به تأخیر افتاده، شاید یک زمانی مناسبی دیگه انجام شد و یک دعوت است از طرف کمیته روابط خارجی سنا امریکا دیگه. اما شاید هم آقای رو با کرم جز از امی تیم باشه یا نباشه. ولی به اهداف چی هست این سفر؟ اینا شاید بررسی قضای افغانستان باشه که 2014 چه حوادث رخ میده، مسائل امنیتی چی میشه. خب طبعا سنا امریکا میخواید معلومات داشته باشه از شخصیت های موثر افغانستان و شاید در سیاست گذاری خود از استفاده کنن، شاید هم بخواین
بر ثبات امنیت افغانستان. خب اونا امروز یک از شرکای عمده افغانستان هستن و شاید به ضرورت ها باشه.